بسم الله الرحمن الرحیم. خب در قسمت دوم از داستان صحابی بزرگوار برای ابن مالک انصاری هستیم. تا اونجا رسیدیم، اگه به یاد داشته باشید که صحنه جنگ بسیار داغ شده بود، سپاه دشمن و سپاه مسیلمه کذاب که سر تا پا از عصبیت و خشونت و توحش بودن میکشتن مسلمان ها رو، و جنگ بسیار سنگینی بود که مسلمانان مشابه اون رو تجربه نکرده بودن، و ما اشاره کردیم که چگونه تا اون لحظه به مرگ زید بن خطاب برادر عمر رضی الله عنه ختم شد و چگونه مقابله کرد که در این میدان حاضر نشد عقب نشینی کنه. تصویر دیگری رو ما در این میدان جنگ داریم، تصویری از سالم مولا ابی حذیفه، به عبارتی غلام ابو حذیفه، که پرچمدار مهاجران هست. قوم قبیله این میترسیدن مهاجران که مبادا این دوچار ضعف بشه، دوچار ترس بشه. بالاخره بحث غلامیت هست همیشه تو بحث‌های قبیلگی، مبادا اینجوری باشه. بهش میگفتن ما میترسیم برات اتفاقی بیفته از جانب تو، یا تو نتونی از این پرچم دفاع بکنی اونطوری که باید، بالاخره لیاقت دفاع از این رو داشته باشید. و گفت که خیلی بده برای منی، من اینکه حافظ قرآن هستم، حامل قرآن. میدونید ما 70 تا بعضیا میگن قاریان قرآن، برخی میگن بیشتر در این جنگ به شهادت رسیدن، که من نتونم واقعا این امانت رو ادا بکنم. و همچنان قهرمانانه سالم غلام ابی حذیفه در این میدان جهاد کرد و مبارزه کرد تا اون هم به شهادت رسید. اما این قهرمانی ها رو ما گفتیم، این تصاویر ها رو خدمتون اشاره دادیم، اما بریم سراغ برای ابن مالک رضی الله عنه، ببینیم ایشون چه کرد در این میدان جنگ. وقتی که خوب تنوره جنگ داغ شد و مسلمانان این چنین خودشون رو برای شهادت آماده کردن، یک دفعه سپاه مسیلمه کذاب دچار ترس و وحشت شد. دید نه، اینا مثل اینکه با تمام کسانی که تا به حال مواجه شدن در جنگ ها متفاوت هستن، و خیلی صحنه عجیب بود. در اونها ترس و وحشت رو میشد دید. خالد بن ولید بلافاصله رو به برای ابن مالک کرد، گفت جوانان انصار مال تو، و برای ابن مالک هم بلافاصله رو به قوم خودش کرد و بالاخره جوانها رو جمع کرد، گفت نگاه کنید، امروز دیگه بازگشت به مدینه برای ما وجود نداره. امروز اگر ما در این جنگ شکست بخوریم، مدینه ای برای ما نیست. ما یا باید پیروز بشیم یا در این میدان شهید بشیم. خدای ما الله یکی هست و اون هست که ما رو یاری میده. یا الله، ما به سوی بهشت حرکت میکنیم. حمله کرد به سوی مشرکین، به طرف اون، در کنار اون هم جوانهای انصار و جوانهای مهاجرین و سایر مسلمانان هم شجاعانه حمله کردن. این صفها رو برای ابن مالک همینجوری از هم پاره میکرد، صفهای دشمنان رو، و هر پیش به جلو میرفت. مسیلمه کذاب و فرماندهان اون یه دفعه دیدن صحنه عوض شد، صحنه جنگ. این دفعه زمین زیر پای اونها به لرزش در اومده بود. این دیگه سپاه ایمان بود، این نور ایمان بود که داشت حرکت میکرد به سمت اینها. یک باغ بزرگی بود در اونجا که بعدها به این باغ مرگ مشهور شد، دارای دیوارهای بلند و در واقع مثل یک دژی حساب میشد. یعنی اینها مثل که خودشون آماده کرده بودن برای شرایط حساس که بتونن به این باغ پناه ببرن. درهای بزرگی هم داشت، و این بود که اینها وقتی دیدن اینجوری، دستور دادن عقب نشینی به داخل باغ. اینها همه رفتن به داخل باغ، نیروهای مسیلمه کذاب، و مسلمان ها بیرون این باغ پشت این دیوارها مونده بودن. تیراندازان بسیار زبردستی داشتن که از بالای دیوار باغ اینها به سمت مسلمانان تیراندازی میکردند، و مسلمان ها مونده بودن. اونها در حصار دیوار باغ، اونها در بالای باغ، این هم در بیرون باغ بدون هیچ حفاظی، و مثل باران بر سر مسلمانان تیر میباروندن. در همین لحظه یه دفعه برای ابن مالک گفت نگاه کنید، نترسید، جان نزنید، الان لحظه یک دشمن ترسیده، ما باید دیگه ضربه آخر رو بزنید. گفت نگاه کنید ای جوانان، گنجنگ جنگ آورانی که هستید، هر چی من میگم حرف من گوش کنید. یک سپر بزرگ بیارید. سپر بزرگ آوردن، گفتیم این لاغر بود دیگه، یاد باشه در قسمت اول قصه، لاغر و استخونی و کوچول ضعیف بود دیگه. گفت منو بذارید تو این سپر، با نیزه هاتون بلند کنید، با سرعت منو به طرف در باغ ببرید یا به طرف دیوار باغ ببرید، و منو پرتاب کنید داخل باغ طرف نزدیک در، یا من شهید میشم در اونجا که بالاخره شهادت نصیب ما شده، یا اینکه من براتون در رو باز میکنم. این حماسه و روحیه ایمانی که در مجاهدان در اون لحظه بود، بلافاصله اینو تو سپر قرار دادن و رو نیزه‌هاشون با سرعت به نزدیکترین محل به سمت در باغ حرکت کردند، و این رو پرتاب کردند به درون باغ.
اما دیگه این آدم معمولی نبود که به همین راحتی افتاده باشه داخل اون باغ. بله، این وارد این باغ شد و این جسم نحیفی که ما تصور میکردیم این گونه است، در میان هزاران تن از دشمنان و سپاه مسیلمه افتاد، مثل یک سائقه بر سرشون. همچنان با اینها میجنگید و پیکار میکرد و شمشیر میزد و مبارزه میکرد و میکشت از اونها رو، که ده ها تن از اونها رو کشت تا اینکه در باغ رو تونست باز کنه و مسلمانان هم تونستن از در باغ وارد بشن و موج مسلمانان به ورود با ورود به این باغ مرگ رو برای همه این جنایتکاران به بار آورد و اونها رو به سزای خودشون رسوندش. و اینهایی که پناه برده بودن در درون باغ این چنین همه کشته شدن و گفته میشه که 20 هزار شاید در اون جریان با مسلمه بودن که کشته شدن. و این سزایی بود که در اثر جنایت و سفیرکشی و ظلم جنایتی که بین مردم و در سرزمین حجاز ایجاد کرده بودن. اما بیش از 80 زخم و جراحت بدن برای ابن مالک انصاری برداشته بود و کاملا دیگه بدنش ضعیف و ناتوان شده بود. میگن برای ابن مالک رو آوردن پیش خالد ابن ولید که خالد ابن ولید برای مداوای این کار بکنه. یک ماه خالد ابن ولید این مداوای برای ابن مالک رو خودش به عهده گرفته بود و بالاخره خداوند توسط این صحابه پیامبر پیروزی رو اینجا برای مسلمانان به ارمغان آورد. بلی، این برای ابن مالک انصاری همچنان این آرزوی شهادت رو داشت بعد از این داستان باغ مرگ. و در جنگ ها و پیکارهای جهادی و دفاعی مسلمانان برای حفظ خودشون یکی پس از دیگری شرکت میکرد تا شاید به آرزوی خودش برسه و شهید بشه و این هم به پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم ملحق بشه، تا اینکه به نبرد فتح شهر شوشتر رسید. نگاه کنید، برخی میگن آهای مسلمان ها حمله کردن اومدن به ایران، ایرانی ها کاری نداشتن. اگر به نهج البلاغه و به تاریخ نگاه کنید، از همون زمان پیامبر پادشاهی سرزمین فارس به دنبال نابودی مسلمانان بود و بعد هم عمر اونجا دوتا مشورت داره، مشورت داره با حضرت علی، میگه اینا با ما وارد جنگ شدن و اگر ما چیکار بکنیم، آیا بذاریم اینها اینجا بیان به جنگ یا ما بریم به سراغ اونها برای جنگ؟ و این یک واقعیت بود که اینجا گفت من خودم میخوام برم، که علی به عمر گفت عمر تو نرو، تو الان تو مثل نخ تسبیح هستی، تو مثل میخ وسط آسیا هستی که آسیا به دور تو میچرخه، مسلمان ها تحت فرمانده تو هستن، تو اگر رفتی میگن بزرگ مسلمانان اومده و اون رو ما بکشیم، تو اگه کشته شدی این نخ تسبیح از هم پاشیده میشه، مسلمان ها متفرق میشن. و این چنین بود که حضرت علی به حضرت عمر گفت یک آدم جنگاور و زیرکی رو بفرست برای این جنگ تا اون بتونه این جنگ رو مدیریت کنه، جلوی حملات پادشاهی فارس رو بگیره تا بتونه بالاخره این سرزمین را مسلمان رو در امن امنیت قرار بده و نجات بده تا اینها بتونن جلوی این شرایط بگیرن، که این منتهی شد به فتوحات سرزمین فارس و بعد مسلمان شدن اختیاری برخلاف اون چیزی که دروغ میگن. ما تا در زمان صفویات 3 میلیون گفته میشه که پیروان زرتشتی کشته شدن، آتشکده ها رو نابود کردن صفوی ها. معلوم بود که مسلمانان اگه میخواستن به زور کسی رو مسلمان بکنن، این 3 میلیون مسلمان نمیموندن. مندایی هایی که امروز در سرزمین های اسلامی هستن، ایزدی ها یا همین شیطان پرست ها که اصطلاحا خیلی به کار میبرن تا این سرزمین های اسلامی، اینا سالها بودن، چرا کسی به اینا کار نداشته؟ نصارا، یهودی ها و خیلی موارد دیگه. اینو دارم میگم برای اینکه دیگران متوجه بشن که واقعا چه اتفاقی در تاریخ افتاده و یک طرفه قضاوت نکنن. در هر صورت در اون جنگ در این شهر شوشتر دیوارهای بلندی داشت، در اون قلعه ها اینها جای گرفته بودن سپاهیان اون سرزمین، سرزمین فارس، و مسلمان ها اینجا رو محاصره کرده بودن. هر کی میخواست وارد این قلعه بشه، یک چنگال چنگک های بزرگ آهنین مذابی بود که اینها از بالا آویزون میکردن، بلافاصله هر کسی از مسلمان ها میخواست وارد از دیوار بالا بره، این چنگک ها رو بدنش مینداختند و این آویزان میشد و کشته میشد، یا میمرد یا به بدترین وضعیت قرار میگرفت. خیلی خطرناک بود که در همین بحبوحه جنگی که مسلمان ها داشتن برای فتح بالاخره بتونن شهر شوشتر رو فتح بکنن، انس ابن مالک خدمتکار رسول خدا صلی الله علیه وسلم تصمیم گرفت که از این دیوار قلعه ها بالا بره که یکی از این چنگک ها در بدن ایشون فرو رفت. برای ابن مالک تا این صحنه رو دید یک دفعه دیگه نتونست طاقت بیاره، پرید خودشو به روی دیوار و این چنگکی که اینجوری در حال داشت بدن انس ابن مالک رو آتش زده بود از بین میره، از بدن انس ابن مالک کشید در حالی که گوشت هم از دستان خودش همه ریخت و
و هم خودش و هم برادرش بالاخره اونجا افتادن بر روی زمین که دیگه در روی دستهاش دیگه گوشتی نمونده بود. میگه در این جنگ بود که برای ابن مالک انصاری از خدا خواست که بهش شهادت نصیب بکنه، خداوندم دعاشو پذیرفت و در اون میدان جنگ به شهادت رسید که خداوند چهره برای ابن مالک انصاری رو نورانی بکنه، در بهش قرار بده، چرا که ایشون از یاران پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بود. هم پیامبر از اینها راضی بود و هم خدا راضی بود. تا روز دیگه و برنامه دیگه، همه شما عزیزان در پناه خدای مهربان باشید. خدا یار و نگهدارتون.